امو زمین جمعی که صادر شد ما روز استراحت بود روز شنبه ما مهمان دعوت کرده بودیم یک آیله تاجیکا که اوجا همراه ما زندگی میکنن آش تاجیکی تیار کرده بودیم تمام تاجیکی تیار کرده بودیم منتظر بودیم که بشینیم در سر دسترخوان صحبت کنیم وطندارا در یک جا در یک کشور دور ولی متاسفانه تقریبا ساعت 11:45 بود 11:46 روز یعنی روزانه صبح مهمان ها آمده بودن 10 منوت قبل از زمین جنبی آمده بودن در خانه شیشته بودن اینا من در بیرون بودم پیش منگل بعد یک زمین جنبی سر می شود ناگهان این گفت با یک کلمه دارید با دو کلمه او را نکاس کردن خیلی مشکل است یکی از گرد اطراف صدا گریه ناله اثر شد زمین تا همین درجه سخت می جنبید که من در پا می ایستاده نمی تونستم چند بار حال دیدم افتیدم بعد اینا از خانه بچه‌ها کودکان از خانمم از خانه بیرون کوشش میکنن بیرون شوند در راه در امو پیش در روز شدن نمیتونن چون هم مهمان ها بودن هم اینا بودن من میخوام برخیزم از دست اینا بکشم که بیرون شوند از خانه نمیش از پام خسته برپا شده نمیدونم میخیزم باز میگلتیم بعد در گزیت ها در مجله ها متخصص ها به ما گفتن که 40-45 دقیقه 40-46 دقیقه گفت دوام داد این خانه شما یا نفری از شما همو حالت مثلا نگان آسیب ندیدن یا اگان میگن بگان از ترس و اگان کسلی دوچار نشدن همو حالتا نه خوشبختانه هیچ کس آسیب ندید اینا در یکم اتاج بودن بچون در دویم اتاج بود وقتی که دویدن به پایان وقتی که برآمدن از خانه یک چیز بود در پیش غلطی خوشبختانه ایره نزد خب بعد از چند وقت شما به جای امن برآمدید یا شما مثلا کی توصیه داد که باید از اینجا بروید اونجا روید و همین پروسس چگونه بود همین حالت رو همون جایی که ما انتخاب کردیم این بعدی که زمین جمعی باز شدن ما خودم هم فهمیدیم که افتوماتیک که میگن با طرز افتوماتیک همون جا را ما خود همه ما که جمع شدیم و مهمان هایی که در خانه ما بودن خانواده ما همون جایی که جمع شدیم از همه طرفه یک جای چی بود؟ امن بود از خانه ها دور بود از درخت چیز از استوبه ها دور بود بعد در همسایه های ما همون همسایه های نیپالی با ما گفتن که همه همون جماعتی که همون جایی که ما زندگی میکنیم میخوانم هم میگنیم بیتیم که ما در بیرون چی خیمه میسازیم در خیمه زندگی میکنیم تا وضعیت آرام نشه بعد ما باید هموطنانی که در خانه ما بودیم گفتیم دیگه شما اینجا نمیرین یک جا میشینیم امامون در اینجا جا هست حولی هست اونا هم همراه ما نشستن چهار شب حاضر اکن به اطلاع شما چقدر تاجیکا هستن و حال اونا چگونه باشد اونجا؟ خیلی شما که تماس گرفته میسته؟ بله امروز ما برای همراه ما صحبت کردیم یک آیله عبارت از 5 کس است اونجا هنوز در اوجه هستن باز یک بچه مجرد یعنی بدون آیله زندگی میکنه در اوجه ولی اونا یک جا هستن همون 5 آیله که 5 نفره باز این بچه اونا در یک شرکت کار میکنن برای همین در یک جا زندگی میکنن 6 نفر اینا باز یک فامیل یک آیله دیگر 4 نفر 10 کس ماندن در اونجا.